بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین. راز بزرگداشت ها همسویه، راز زیارت معصومین امامزادگان این که ارزش های اونها رو احیا کنیم در این ایامی که به عنوان دهه کرامت مطرحه. یکی از وظایف ما این که ترویج ارزش های اهل بیتی باشه. یکی از ارزش های اهل بیتی حجاب. کسی شکی نداره که حجاب دستور قرآنیه، ارزش اهل بیتیه، ارزش شهداست. حالا این ارزش رو تو جامعه اگه کم رنگ شده باید پررنگش کنیم. چند تا نکته رو در رابطه با حجاب عرض میکنم. یه نکته این که حجاب یکی از ضروریات دینه و رعایت آن در برابر نامحرمان واجبه. بی‌اعتنایی، مسامحه در حجاب گناه محسوب میشه، حالا چه در برابر نامحرمان فامیل باشه، چه در برابر نامحرمان غیر فامیل باشه، چه در فضای شادی باشه بدحجابی، چه در فضای عزا باشه. در هر صورت حجاب واجبه، ولو اینکه شخص بخواد سهل‌انگاری کنه. حالا حجاب چقدره؟ حدود پوشش و حجاب فرمودن تمام بدنه، یعنی فقط تنها جایی که لازم نیست پوشیده بشه این دو قسمت صورت، اونم مشروط به اینکه آرایش نداشته باشه و مچ دست به بعد هستش، این مقدار کف دست، مچ دست این مقدار است. نکته دیگه عادی بودن بدحجابی، عدم پوشش در برابر نامحرمان، این به معنای اینکه دیگه مباح، دیگه مشکلی نداره نیست، به معنای حرام نبودن نیست، ولو اینکه تعداد زیادی هم دنبال بدحجابی و ابتذال باشن همچنان دارن کار حرامی انجام میدن. نمیشه بگیم که حالا دیگه ما خیلی سخت نگیریم، هر قدر کوتاه آمدیم سهل انگاری کردیم به همین مقدار اونها بیشتر جسور میشن. این ارزش ها رو با تمام وجود توجه کنیم. یه نکته دیگه هم اضافه عرض کنم، اگر ناخواسته بخشی از اعضا پیدا بود، موها پیدا بود، آستین کنار بود، ناخواسته بود، این گناه محسوب نمیشه. ولی نمیشه سهل انکاری کنی بگی که حالا بذار این روسری رفته بذار بمونه. واجبه که این پوششو درست نگه داره، مخصوص فضای زیارتی هم نیست، همه جا باید این حجاب رو رعایت کرد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.